فصل 11. به رسولان و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفتند. هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، کسانی که به ختنه کردن غیر یهودیان اصرار داشتند، به او اعتراض کرده گفتند: چرا به خانه نامختونان وارد شدی و حتی با آنها غذا خوردی؟ پتروس شروع کرد و تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان شرح داد و گفت: در یافا به دعا مشغول بودم که حالت جذبه‌ای به من دست داد و در رویا چیزی دیدم مانند یک سفره بزرگ که از چهار گوشه آویزان شده بود و از آسمان به پایین آمد تا به من رسید. وقتی با دقت به آن نگاه کردم، دیدم که در آن چهار پایان و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع شده اند. و صدایی به گوشم رسید که می گفت: ای پتروس برخیز، ذبح کن و بخور. گفتم: خیر ای خداوند، من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم صدایی از آسمان رسید که می گفت: آنچه را که خدا حلال کرده است، تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و بالاخره همه چیز به آسمان بالا رفت. در همان لحظه سه نفر به خانه‌ای که محل اقامت من بود آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند. روح خدا به من فرمود که بدون تردید با ایشان بروم. این شش برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن شخص وارد شدیم. او برای ما تعریف کرد که چطور در خانه خود فرشته ای را دیده که ایستاده و به او گفته است: کسی را به یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را بیاور و او آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل خانت خواهد شد به تو خواهد رسانید. من در آنجا هنوز مطالب زیادی نگفته بودم که روح القدس بر آنها نازل شد، به همان طریقی که در ابتدا به خود ما نازل شده بود. وانگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود: یحیی با آب تعمید می داد، اما شما با روح القدس تعمید خواهید داد. خدا به آنان همان بخششی را کرده است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس من کی بودم که مانع کار خدا بشوم؟ وقتی این را شنیدند خاموش ماندند و در حالی که خدا را ستایش می‌کردند گفتند: پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و حیات یابند. در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، عده زیادی پراکنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انتاکیه مهاجرت کردند. اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند. ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انتاکیه با یونانیان به گفتگو پرداختند و درباره عیسی خداوند بشارت دادند. قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند. این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا مأمور شد که به انتاکیه سفر نماید. وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید شادمان شد و آنان را تشویق می‌کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. او مرد نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده کثیری به خداوند تسلیم شدند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاؤول را پیدا کند. پس او را یافته به انتاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انتاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انتاکیه وارد شدند. یکی از آنان که آغابوس نام داشت برخاست و
و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانای خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودیه بفرستند. چنین کردند. اعانه ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.